وقت شما بخیر آقای غفاری. واکسیناسیون کرونا در ایران همچنان کلاف سردرگمیه. چرا کاری که همه دنیا تقریبا در حال انجام دادنش هست در ایران انقدر پیچیده شده؟ واقعا سوال خوبیه. یعنی فکر می‌کنم تمام افرادی که در این زمینه اخبار کرونا از چندین ماه پیش وضعیت ایران رو دنبال می‌کردن سردرگم هستن نسبت به این قضیه. و چاره‌اش هم خیلی ساده است. اگر یک مسئول مشخصی در وزارت بهداشت بیاد مخابره کنه اخبار رو و گزارش های واکسن های خریداری شده، برنامه واکسیناسیون در ایران رو، اینکه کی از کجا به چه اندازه واکسن قرار هست وارد کشور بشه، خیلی از این ابهامات میتونست برطرف بشه. اما متاسفانه عملا این اتفاق نیفتاده و اما اگرهای نابجایی شاید در طول این مدت رخ داده که شاید همه رو هم خسته کرده باشه. اما چیزی که شاید بیشتر باعث نگرانی هست این هستش که در چند وقت گذشته ما شاهد بودیم حتی برخی از مسئولین به صورت سیستماتیک اخبار ناصحیح رو در مورد سلب اعتماد از برخی واکسن‌ها منتشر می‌کردن در فضای مجازی، از اینکه در نروژ دی از واکسیناسیون مردن، یا اینکه مثلا برخی کشورها در استرالیا، نیوزیلند مثلا واکسن رو نمی‌خرن فعلا چون اعتمادی بهش نیست. و اینها در واقع همگی اخبار ناصحیح هست یا چرخاندن اون واقعیت خبر هست برای سلب اعتماد، که دودش در نهایت در چشم همه خواهد رفت اگر بی‌اعتنایی به واکسیناسیون رخ بده. و این چیزی است که ما شاهدیم، نه تنها اون بلکه حتی از واکسن‌های داخلی هم که در گزارشتون اشاره بهش کردید، این واکسن‌ها هنوز در مراحل آزمایشی هستند اما محکوم شدن به اینکه تایید بشن. ما هیچ وقت در یک پروسه علمی وقتی یک واکسنی داره تست میشه نمیتونیم بفهمیم که اون واکسن قرار هست تایید بشه یا نه. اگر قرار بود تایید بشه که تستش نمی‌کرده. و این هم باز یک سیاست ناصحیح هست که عملاً مجبور می‌کنه و ملزم می‌کنه شاید برخی از این مجرای علمی، مسیرهای علمی، پروسه طبیعی خودشون رو حتی طی نکنه. آقای غفاری، آقای خامنه‌ای ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرد در دو هفته گذشته که صحبت کرد، اما حالا مقامات بهداشتی میگن اگه واکسن بریتانیایی از هند وارد بشه مشروط به اینکه خودشون حالا تزریق کرده باشن مشکلی نداره. ارزیابی شما از این گفته چیه؟ میتونم فقط بگم این توجیه علمی واضح هست که نداره. یعنی همون واکسن آکسفورد آسترازنیکا که شرکت آسترازنیکا تولید میکنه تحت همون لایسنس در واقع سیروم انستیتوت هند داره تولیدش میکنه به نام کوویشیلد. و اگر اون واکسن انگلیسی که انگلستان تولید میکنه رو دوست نداشته باشیم، حالا این هندیه رو، این واکسنی که هند تولید میکنه رو دوست داریم، خیلی به هر حال از نظر علمی من توجیهی براش ندارم. اما خوشحالم که بالاخره قرار هست این اتفاق بیفته، امیدواریم بیفته. یعنی این واکسن حالا اگر قرار هست به خاطر اینکه هند تولید میکنه بخرن، ولی همین واکسن یکسان هست. در واقع این هم گفتم به شرط اینکه هند در واقع کارایش رو بسنجه بعد ما تولید کنه. اینها در واقع تأخیرای غیر ضروری هست، چون اینها این واکسن آکسفورد آسترازنکا داره در واقع در بخش مختلف دنیا تایید میشه برای استفاده عموم در اختیار قرار گرفته. و اینکه ما هی بخوایم ورودش به ایران تاخیر بندازیم به نظر خیلی غیر ضروری میاد. اما گام مثبتی هست اگر این خریداری فوراً انجام بشه، چون حتی از همین زمانی که تصمیم به خرید گرفته بشه تا وقتی که ورود به کشور پیدا بکنه ممکن است چند ماهی تاخیر هم در این راه داشته باشیم.